همیشه خوبه که یه سگ توی خونه داشته باشید، مگه اینکه مشغله کاری شما بیرون از خونه بیشتر از توی خونه باشه. امروز ما قصد داریم به بررسی 10 سگ گران قیمت بپردازیم که فقط ثروتمندا میتونن از عهده مخارج اون بر بیان. فکر میکنید کدوم سگ تونسته شماره 1 این لیست باشه؟ اگه دوست داری بدونی، پس با ما همراه باشید تا 10 سگ گران قیمت دنیا رو بهتون معرفی کنیم. شماره 10، سگ شکاری افغان. این سگ یکی از اعضای قدیمی خانواده سگ‌های شکاریه که اولین بار هزاران سال پیش توسط عشایر کوچ‌نشین افغانستان و پاکستان تو شمال هند پرورش داده می‌شده تا از این شکارچی ماهر استفاده بشه تا شکارهای بزرگ و کوچیک‌ها از جمله آنتلوپ‌ها و شاید پلنگ‌ها از بین ببره. اگرچه بسیاری از کارشناسان امروز شک ندارن که پلنگ‌ها تومای سنتی افغان‌ها بودن و گزارشات و شاهدای عینی میگن که افغان‌ها پلنگا رو با دست خالی و فقط با نیزه‌های چوبی شکار می‌کردن. سگ شکاری افغان از سال 1970 به عنوان حیوان خونگی و سگای نمایشی محبوب شد و فهمیدن دلیل اون بسیار آسونه. به سبک چشمگیری به عنوان یکی از زیباترین سگ‌ها با موهای لخ و دمهای مجعد شناخته میشه. اونها هر روز نیاز به بروز کشیدن موها دارن چون که موهای ابریشمی و بلند اونها به راحتی در هم پیچیده میشه. شما میتونید یکی از این سگای زیبا رو با قیمت 7000 دلار داشته باشید، اما فکر نکنید هزینه اون به همینجا ختم میشه. در نظر نگرفتن هزینه نظافت و غذا و صورت حساب سلامتی این نژاد اشتباه بزرگه، چون به راحتی مستعد ابتلا به آب مروارید و پرکاری تیروئیده. شماره 9، سگ شکاری فارو. تاریخچه این سگ برمیگرده به حدود 3000 سال پیش. مدت‌ها شایع شده بود که این نژاد از مصر باستان سرچشمه گرفته، اما اخیراً خلاف اون ثابت شده. تجزیه و تحلیل DNA اخیر اونا نشون داده که این نژاد از مال سرچشمه گرفته، جایی که اونا حیوان خانگی پادشاهان بودن و برای شکار خرگوش استفاده می‌شد. در هر صورت این نژاد در نقاشی‌های قبلی مصر نشان رسمی شکارهای فراعنه بوده. سگ شکاری فرعون یک نژاد ورزشی عضلانی با قد بلند بود. هدف اصلی اون ردیابی حیوانات کوچیک با استفاده از استعدادهای بینایی و شنواییش بوده. این حیوان شدیداً انرژی داره و عاشق بازی کردنه. او یه نژاد ورزشیه و در چابکی و سرعت بی همتاست. قیمت این سگ بدون هزینه‌های نگهداریش 7500 دلاره. شماره 8، سگ آرژانتینی. ریشه این سگ برمیگرده به کوردوبای آرژانتین که توسط یه دکتر کشف شد. آنتونیو مارتینز در سال 1928 در ابتدا به دلیل قامت عضلانی اون برای شکار حیوانات بزرگ تربیتش کرد. سگ آرژانتینی یکی از گرون‌ترین سگ‌های جهانه. بدن عضلانی اون به سگ اجازه میده همزمان با دو گراز وحشی درگیر بشه. این حیوان عمدتاً در آمریکای جنوبی و آسیا مورد استفاده قرار میگیره. اونا واقعاً خطرناک نیستن، ولی شدیداً مستعد پرخاشگرین. با وجود این، اونا به حیوانات خونگی بسیار محبوبی تبدیل شده و این نژاد ویژگی‌های زیادی رو با موفقیت ترکیب کرد. اون یه دونده مسافت طولانی و شکارچی بی‌رحم میتونه باشه. در این حال یه حیوان خونگی خوبم هست. قیمت این حیوان 8000 دلاره، جدا از هزینه‌های نگهداریش. سگ آرژانتینی یه سگ معمولاً سالم با طول عمر 9 تا 15 ساله. اونا چند مشکل ژنتیکی دارن. مشکل اصلی سلامتی اونا ناشنواییه. 10% از این سگا از یک یا هر دو گوش ناشنوا میشن و همچنین به دلیل موهای کوتاهشون آفتاب سوخته میشه و در نهایت مستعد ابتلا به پرکاری تیروئید هستن که هر کدوم از این بیماری‌ها 3000 دلار خرج برمی‌داره. شماره 7، سگ اسکیمو کانادایی. سگ اسکیمو کانادایی یکی از نادرترین نژادها توی جهان و در حال حاضر رو به انقراضه. در سال 2021 کمتر از 300 تا از اونها وجود داره. اونها بیش از 1000 سال پیش از سیبری با آمریکای شمالی آورده شدن و از دهه 1960 در حال کاهش بوده و به دلیل نادر بودن اونها بسیار گران قیمت هستن. طول این سگ‌ها معمولاً حدود 900 دلار قیمت داره که در مقایسه با سگ‌های دیگه توی این لیست.
خوشتون میاد ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای عجایب جهان لذت میبرید.